بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نقش وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در یاری کردن به دین اسلام امری معنوی و طولانی مدت و زمان بر هست. بعد از جریان فراخوانده شدن امام رضا علیه السلام به خراسان و جدا شدن اون حضرت از خاندان خودشون در مدینه، یکی از دغدغه‌های جدی که در میان بنی هاشم و اهل بیت علیهم السلام مطرح بود، پیوستن به وجود مقدس امام رضا علیه السلام بود. وجود مقدس امام رضا در قالب این سفر اجباری که به منطقه خراسان داشتن، از تمام ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی استفاده کردند تا بتوانند پیام رسان معنای حقیقی دین خدا در جامعه اون زمان باشند. خب، وارد شدن به عرصه بسیار پرخطری که مأمون خلیفه عباسی برای امام علیه السلام رقم زده بود، همراه با درایت امام رضا علیه السلام همراه شد و نقشه های حکومت بر علیه امام رضا علیه السلام خونسا شد. اما یک مشکل دیگری حکومت بنی عباس رو تهدید می‌کرد و اون هم ورود شخصیت‌های مهم از بنی هاشم از جمله حضرت معصومه سلام الله علیها بود. اون وجود مقدس بعد از گذشت مدت نچندان طولانی بعد از رفتن امام رضا علیه السلام از مدینه به خراسان، تصمیم می‌گیرن که سفری رو به خراسان انجام بدن و به برادر بزرگوارشون ملحق بشن. این سفر یک سفر معمولی و عادی و فقط برای دیدن برادر نبود، بلکه این سفر همراه با مطرح کردن حقایق دین اسلام و پیام معنوی اهل بیت علیهم السلام و رساندن اون به گوش مخاطبان در همه در واقع عالم اسلام بود که اون زمان خبردار می شدند از سفر حضرت معصومه سلام الله علیها. وجود مقدس حضرت تنهایی طبیعتاً به این سفر نیامدن، بلکه جمعیت زیادی و قابل توجهی از سادات و اهل بیت علیهم السلام، برادرها و عموزاده هاشون همراه ایشون بودن. احساس خطری که حکومت از این جریان در واقع داشت باعث شد که در بین مسیر با جدیت و شدت در برابر کاروان حضرت معصومه سلام الله علیها موضع گیری بکنند و این کاروان رو تعقیب بکنند، تهدید بکنند و جمع کثیری از مردان و بنی هاشم که در این کاروان بودند توسط عمال حکومت بنی عباس به شهادت رسیدند. خب، این یک جریان ظاهری به نظر میرسه در ابتدای امر، اما واقعیت این هست که سفر حضرت معصومه سلام الله علیها تکمیلی بر سفر برادرشون امام رضا علیه السلام بوده برای رساندن پیام اهل بیت به گوش همه جامعه، و ثانیاً حضور سراسر نور اون حضرت در شهر مقدس قم شروعی بود برای پایه‌گذاری فرهنگ ناب اهل بیت در این منطقه از سرزمین ایران که عرض کردم یک برنامه طولانی مدت و دراز مدت بوده به این معنا و به این مفهوم که الان بعد از گذشته چندین قرن برکات وجودی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در این شهر مقدس داره تجلی میکنه و تجلی اون به همه سراسر هستی در واقع رسیده و چشم عالمیان این نورانیت رو و این برکات رو داره مشاهده میکنه و میبینه. شکلگیری حوزه علمیه در قم و آغاز قیام سراسر نور و برکت امام راحل رضوان الله تعالی علیه از شهر مقدس قم از جمله برکات وجودی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است که اگر وجود ایشون نبود، یقینا ما این جریانات و این برکات و این شکل‌گیری های حرکت های انقلابی مذهبی و دینی رو شاهد نبودیم.